نگاهی به چند خبر کوتاه. سفر انفرادی زائران ایرانی عتبات عالیات در ماه محرم الحرام ادامه دارد. بر اساس توافق انجام شده بین دولت‌های ایران و عراق، زائران عتبات عالیات می‌توانند در ماه محرم 1444 قمری به شکل انفرادی و گروهی عازم شهرهای مقدس کربلا و نجف اشرف شوند. پس از ماه‌ها نگرانی درباره عرضه جهانی مواد غذایی، پس از حمله ماه فوریه روسیه به اوکراین، قرارداد رفع انسداد حمل و نقل غلات اوکراینی در ترکیه امضا شد. به گفته سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو، جنگ در اوکراین عامل اصلی افزایش 17% قیمت مواد غذایی در جهان شده و از ماه ژانویه 2022 جمعیت زیادی را در آستانه قحطی قرار داده است. منابع طالبان از ظهور گروهی تحت عنوان جنبش طالبان تاجیکستان در منطقه مرزی افغانستان با تاجیکستان خبر دادند. گفته می شود این گروه از سوی مهدی ارسلان معروف به محمد شریپوف شهروند تاجیکستان تشکیل شده و وی در صدد آغاز مبارزه مسلحانه علیه دولت تاجیکستان است. وی در لیست تروریست های تحت تعقیب تاجیکستان قرار دارد. ارزش پول سوریه این روزها در حال کاهش شدید است، به طوری که هر یک دلار آمریکا برابر با حدود 1000 لیر سوری است و این موضوع نگرانی ها درباره موج جدید گرانی در این کشور را در پی داشته است. این موضوع باعث ایجاد یأس و ناامیدی و افزایش قیمت ها در بازارهای سوریه شده. این در حالی است که دولت سوریه برای کنترل تورم تلاش می کند. حکومت نظامی میانمار از تصمیم عالی ترین دادگاه سازمان ملل در مورد روشن کردن یک پرونده مهم در رابطه با اتهامات نسل کشی علیه مسلمانان روهینگیا ابراز ناامیدی کرد. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز جمعه 31 تیر ماه تمامی اعتراضات میانمار به پرونده‌ای که توسط کشور گامبیا در سال 2019 تشکیل شده بود را رد کرد. میانمار استدلال کرده بود که گامبیا طرفیتی در این پرونده ندارد. حجت الاسلام و المسلمین آقا سید حامد علی شاه موسوی رئیس نهضت اجرای فقه جعفری پاکستان که در یکی از بیمارستان‌های محلی اسلام آباد تحت مداوا بود شب گذشته درگذشت. وی از معروف‌ترین رهبران مذهبی شیعه در پاکستان به شمار می‌رفت. آن مرحوم همیشه صدای عزاداری و احقاق حقوق عزاداران را بلند می‌کرد. برگزاری راهپیمایی سال روز تخریب قبرستان بقی در 8 شوال در پاکستان از جمله خدمات ارزشمند وی است.